به فرا خبر خوش آمدید در این برنامه ظهور مقامهای های بلند دیروز در چهره مخالفان سیاسی امروز جریان سیاسی محور مردم افغانستان در حول محور چه هدف شکل گرفته است تصمیم بر آن گرفتیم تا محور مردم افغانستان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحران های کنونی تاسیس و اعلان بداره سروت هفتانهی ملکه بریتانیا جریان سیاسی محور مردم افغانستان بر رهبری شما از چهره های سیاسی اعلام موجودیت کرد آنچه این چهره های پیشین حکومت را به گفته خودشان دور هم جمع کرده است ضعف و ناتوانایی در رهبری حکومت وحدت ملی و به و خودکامگی است رحمت الله نبیل و رنگین دادفر اسپندا از بنیانگذاران این جریان تاکید می که به و خودکامگی در حکومت وحدت ملی در تاریخ افغانستان بی‌نظیر بوده است اما این چهره های آزموده شده خود چه طرح بدیله برای حکومت وحدت ملی پیشکش می‌کنند برای برای بیشتر در این باره عبدالمنان شیوای شرق عضو جریان سیاسی محور مردم افغانستان و شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور مهمانان من هستم خیلی خوش آمدین آقای شرق جریان سیاسی زیر نام محور مردم افغانستان چرا شکل داده شده هدف و هم مقصود این جریان در واقع چیست بسم الله الرحمن الرحیم درود خدمت جناب شما بیننده های محترم مرتلم تلویزیون و همچنان جناب مرتضوی سخنگوی حکومت وحدت ملی جریان محور مردمی افغانستان به عنوان اپوزیسیونی حکومت وحدت ملی امروز رسما اعلام موجودیت کرد ما خطوط اساسی منشور و آینامه سیاسی خود را داریم مردم افغانستان جریان سیاسی نهادهای مدنی و شخصیت که خواهان سیاست ورزی مدنی در افغانستان هستند با خانش منشور و دیدگاه های اساسی ما می بدانند که برنامه ما چیست اساساً رؤوس برخی از خواسته های کلودی این جریان را می خواهم مطرح بکنم ما خواهان این هستیم که مشروعیت سیاسی در افغانستان دوباره احیا شود و ما بازگشتی داشته باشیم به قانون اساسی برگزاری انتخابات به موقع و به روز معینش یکی از خطوط قرمزی ماست مبارزه علیه استبداد و انحصارگرایی قدرت در افغانستان پایان دادن به بیعدالتی و خودکامگی و تمامیت خواهی و در اختیار قرار دادن اقتدار سیاسی در دست مردم افغانستان از همه مهمتر نجات دادن مردم افغانستان از یک وضعیت رو به بحران این اساسی ترین برنامه یا منفیستی اساسی محور مردم افغانستان به عنوان اپوزیسیون سیاسی هست که از دو سال بدین این طرف رایزنی ها و گفت های میانی همه نخبگان افغانستان روحانیون و چهره های شاخص مردم افغانستان صورت گرفت که سرانجام امروز ما با ارائه برنامه و منشور سیاسی خودمان اعلام موجودیت با. کردیم آقای شرق چرا شما رهبری حکومت وحدت ملی را در واقع متهم به استبداد و انحصار قدرت میسازید در حالی که به گفته رئیس جمهور غنی در حکومت وحدت ملی تمام تصمیم گیری ها پیرامون و مسائل کلان کشور به گناه جمعی و مشترک گرفته می شه. کاری که در گذشته ها حتی در تاریخ افغانستان چنین نبوده است خب عملکرد حکومت وحدت ملی را مردم افغانستان دیدند و ما اسناد و مدارک کافی داریم که این حکومت حکومت استبدادگرا هست سرکوب اعتراض شهروندان افغانستان با گلوله این خود نمونه اعتراض است با بمبستن جنبش روشنایی به عنوان یک جریان مدنی نادیده گرفتن شریکان قدرت که حکومت وحدت ملی را بمیان آوردن ما مدافع اونها نیستیم ولی اساسا به اساس تعهد سیاسی موقعی که حکومت وحدت ملی شکل گرفت از معاون نخست حکومت وحدت ملی تا شریکان قدرت همشان دید انتقادی نسبت به تمرکزگرایی و انحصار قدرت دارند این صدایی است <تصفح> که از ساختار و زندانوار دولت بلند شده و مردم این دیدند به گونه مثال گرایی در تدارکات ملی و در یک دست شدن همه قراردادها ده ها مسائل دیگری هست که نمونه های بارز یک حکومت انحصار طلب تمرکزگرا تمامیت خواه و تکرو هست نه تنها میواری مردمی افغانستان به عنوان جریان سیاسی که تازه به عنوان اپوزیسیون اعلام موجودیت کرده دیدی انتقادی نسبت به این وضع داره که همه کسانی که در افغانستان سیاست میکنن این دید را به اساس اسناد و مدارک و شواهد داره آقای مرتضوی جریان سیاسی مهور مردم افغانستان در اعتراض و واکنش به استبداد قدرت به عدالتی ها انحصار قدرت ناتوانی در رهبری حکومت وحدت ملی در واقع شکل گرفته اینها میخوان مردم افغانستان از چنین یک حالت در واقع نجات بدهند چی در واقع بسیار تشکر تشکر از شما و همکاران شما و سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون جناب آقای شرق در فضای استبدادی هرگز جریان های سیاسی شکل نمی گیر. پس معلوم است که اظهاراتی که دوستان دارن خودش یک نوع تناقض هستند فضای جامعه ما یک فضای باز هست قانون اساسی اجازه داده که جریان های سیاسی شکل بگیره اطلاف های سیاسی میتونه شکل بگیره نهات های مدنی میتونه فعالیت کنه و رسانه میتونه آزادی خود داشته باشد یه حق هر شهروند است که میتونه در قالب اطلاف ها و جریان های سیاسی اظهار وجود کنه و فعالیت کنه ما انتظار داریم که جریان های سیاسی ما برنامه محور باشد حداقل ما امروز انتظار داشتیم که چهره هایی که ظهور کردن اینا حداقل یک طرح بدیلی که بتواند کمک کنه برای برین رفت از وضعیت موجود ارائه می کرد طرح دارن مگر شما باور ندارین بالای برنامه های این جریان ببینید اولی که چهره هایی که امروز اظهار وجود کردن هم مردم افغانستان کارنامه اینا رو میدانن هم ما شما کارنامه اینا میدانیم و هم بخش زیادی از نارای سایه ها و مشکلات امروز محصول مدیریت نوسالی می ناسن بله. من به چند نمونه اجازه بشه اشاره می شما ببین دوستایی که امروز اظهار وجود کردن بخش زیادشان یا در امنیت ملی بودن یا در شورای امنیت ملی بودن چند تا استراتژی امنیتی رو اینا تدوین کردن آیا در زمان همه شخصیت های بزرگوار قاچاق بران معروفی که امروز جنگ هلمنه رهبری و حمایت میکنند. برایشان در زندان پولچرخی تقدیر نامه دادن نشد و امیر با تیاره از کابل به میدان هوایی قندهار نبردن آیا سیاست باز برای زندانی های تروریست طالب به اینا اعمال نکردن در های زندان بگرام اینا باز نکردن تمام شهروندان که امروز از کابل گرفته تا نقاط مختلف ولایات به خاک و خون کشیده میشه محصول سیاست دروازه های باز برای ترورستان نبودن بله. آیا ولایت قندوز در زمان مدیریت امنیتی همین بزرگوارا سقوط نکردن؟ ما چقدر در زمان مدیریت امنیتی اینا در بخش کشف نیروهای امنیتی در بخش تقویت هوایی در بخش لوجستیک و در سایر توانمندی های نیروهای امنیتی کار شده پس هان چرا که امروز مردم رنگ میبینه و هر آنچه ناراسایی امروز وجود داره محصول مدیریت سالم و ضعیف است که از گذشته ماند است خیلی سپاسگزارم آقای شرق در واقع کارایی مطلوب اینها در زمان حضورشان در قدرت در موقف های بلند دولتی نداشتند و وضعیت فعلی بخش از کلان بحران فعلی در واقع محصول ناکارایی و ناکارآمدی همین چهره ها دیگر امروز برخ از چهره های برجسته محور مردم افغانستان بس. به عنوان اپوزیسیون هم بر کاسته های 13 سال گذشته و هم بر دستاوردها ها تاکید داشتند ولی اینجا ما میخوام بگم که از طریق این رسانه که همه مردم افغانستان می این زیرکی و رندی حکومت وحدت ملی نباید ادامه داشته باشه که برف با خود بر حکومت گذشته بندازه بس. ما بگم که آقای رئیس جمهور که مدعی طرح یک میلیون شغل برای شهروندان افغانستان بودن طرحی از یا کجاست شما که دو سال از حکومت را در اختیار دارین چه طرحی برای خب بهبود امنیت شما چی است برای بهبود امنیت ایجاد اشتغال رفع بی ها و تبعیض و با گفته شما استبداد من، من این و انحصار در چه برنامه‌ای مانیفست یا منصور سیاسی که در یک سال رایزنی کردیم و نخبه‌ترین افراد افغانستان در امر تدوین یزی حضور داشتن و نقش داشتن در چند دقیقه ایراد کرده نمیتونه ما این طرح به صورت مدون به همه ایراد کردیم آقای شرق آقای شرق زمان رحمت الله نبی رئیس امنیت ملی افغانستان بود و دکتر اسپنتا مشاور امنیت ملی وضعیت امنیتی دیگر به همین شکل ادامه پیدا می کرد ببینید انفجار انتحار صورت می گرفت مردم افغانستان از کارکردها و انجام و مسئولیت هایشان انتقاد داشتند دیگر این ببنید. ها به اساس کسی... چی حالا آمدن می که مردم از این حالت بس این نیست بس این, این نیست که ما در دوره ماموریت من برخی از چهره های مربوط به محور مردم افغانستان چی کار کردند حمله 420 در دوران آقای نبیل شده بود حمله رجال بر در دوران آقای نبیل شده بود حمله شاهین در دوران آقای نبیل شده بود. بود عمله چارای زنبقی نادسه خونینی که بیش از 400 نفر شهید و هزار نفر زخمی شد در دوران آقای نبیل شد در دوران آقای اشرف مگر در برابر امین عملیات اینو چی, کاری کردن که خب جان مردم برابر افتاده شدن این, بدن. این, این, فاجعه شما چی برنامه دارین برای ببینید. جلوگیری از تکرار این فاجعه چی کار باید صورت بگیره پیشکش کنین برنامه‌تون به مردم افغانستان امروز مستربیون اپوزیسیون دولت افغانستان که محور مردم افغانستان هست مطرح کردیم که ما خواهان اصلاحات جدی در نهادهای امنیتی هستیم و این اصلاحات به ای نباشه که باز احمد بره به جای محمود محمود به جای احمد بیاد و ادامه فراخبرم پس وقفه کوتاه دنبال بکنید ای مرتزوی تنها چهره های پیشین دولت افغانستان شما انتقاد ندارند حتی مقام های بر حکومت وحدت ملی مدیران ارشد حکومت وحدت ملی ادعا دارند که انحصار انحصار قدرت در حکومت وحدت ملی بیداد میکنه میخوایم از شما پاسخ خیلی واضح و سریع داشته باشم چرا چهره ها و مهره های سیاسی چی در درون حکومت و چی در بیرون از حکومت یکی پشت سر هم میاین در مقابل حکومت قرار میگیرند و جریان هایی را در مخالفت با حکومت وحدت ملی در واقع شکل دهند. ببینید اصلاحات همواره با یک مقاومت مواجه میشه اصلاحات برای حکومت و رئیس جمهور هم هزینه داره کسایی که از انحصار سخن میگوی شما خودتان به خبرنگار لطفا فردا بیروید ببینید تعداد کارمندانی که در دفتر همین مقامت کار میکنه چند تاش از اقوام دیگه است فقط همین رو شما یک بار لطفا ببینید تعداد مشاورینشون غیر از قریهشون چند تاش از سایر نقاط افغانستان است جریان های سیاسی رو شما ببینید ما وقت توسعه سیاسی میخوایم وقتی میخوایم ساختارها را قانونمند و سالم درست کنیم ببینیم چقدر قدر احزاب قدرتمند که امروز ادعای اصلاحات داره در سطح خانواده ها تنزل کرده آیا سایر شهروندان که جان خود داده و سالها مبارزه کرده جهاد کرده و مقاومت کرده حق نداره رهبر شود حق نداره در رهبری حزب باشد حق نداره مسئول مالی حزب باشد حق نداره مسئول سیاسی حزب باشد پس این بیستر چرا فقط برای خانواده فراهم است و برای یک قریه فراهم است ولی برای سایر شهروندان فراهم نیست پس حزبی که دای ملی داره حزبی که میخواهد با انحصار مبارزه کنه این انحصار رو بیای از سطح حزب خود شروع کنه از سطح دفتر خود شروع کنه ما از ژورنالیست های محترم میخوایم که برون ببینن که در دفاتر همین بزرگوارا و شخصیت هایی که گب از انحصار میزنه چند نفر از اقوام دیگه هست و چند نفر از ولایات دیگه از ولسوالی های دیگه هست پس این مقایسه کنه با سایر بخش های حکومت گذشته از اصلاحات مقاومت در برابرش وجود میگیره افرادی که منافع خود به خطر میبینه در برابر اصلاحات مقاومت میکنه چیزی که امروز جریان داره که مردم شریف افغانستان ببینه است که رئیس جمهور میخواهد از نسل جوان و تحصیل یافته افغانستان حمایت کنه بستر کار برای اینا فراهم کنه ولی در برابرش یک ایده میخواهد که نه تمام افراد که مقرر میشه باید فرزند ما باشد از خانواده ما باشد از قریه ما باشد و ادارات دولتی را در سطح ادارات ادارات خانوادگی میخوایم مدیریت کنیم. باشمول والی بلخ چون والی هم در تازه‌ترین این سخنانش گفت که حکومت افغانستان از سوی چند چهره ناتوان در واقع اداره می شود فساد اداری و معامله بر سر پیمان ها و قراردادهای بزرگ در اداره تدارکات ملی تمرکز کرده. پاسختان چی ببینید ما محمد نور؟ ما باید همواره همه ما در قضاوت خود منصف باشیم. حمله به با قلوردو شاهین در ولایت بلخ صورت گرفته. در کابل صورت نگرفته بنابر این مسئولیت یک والی در تامین امنیت این حوزه چی هست <applause> یعنی همین مقدار که رئیس جمهور اجازه بدین ببخشید شما حرفتون زدن او کنین همین مقدار که ما رئیس جمهور را در حوزه کارشمون انتقاد میکنیم که حق همه شهروندان است یا رئیس محترم اجرایی را انتقاد میکنیم هر کس پاسخگوی مسئولیت خود باشد جناب شرق کسایی که امروز بر 400 بستر حمله میکنه یا در شاهین حمله میکنه این کسانی هستند که در زمان دوران امی دوستان امروز شما هاتم بخش شدن دروازه زندان باز کردن و امروز وا فرصت کردن دوباره بیاین شهروندان ما را هدف قرار بدن اینا همه افراد هستن اینا نه از آسمان آمدن از زمین آمدن خیلی. افراد بدن که در بکگراند بودن و توسط دوستان تا شده شد و امروز دوباره آمدن دست جنایت آقای شرق جریان های سیاسی مخالف حکومت افغانستان و شمول جریان سیاسی محور مردم افغانستان در واقع در مقابل اصلاحات میخوان مقاومت و بکنن چنین چیزی به نظر از آداس حکومت وحدت ملی یک لاف است ما طرحی در کادر اجرای حکومت وحدت ملی در امر نهادی نکردن اصلاحات نمی بینیم مگر همه کسانی که منتقیدی ناکارگی مسئولی نهادهای امنیتی هستند بدونی تر هستند اگر این سخن بر دیگران صدق میکنه بر محور مردم افغانستان صدق نمیکنه اونجا اساتید دانشگاه ها، نخبگان، افغانستان، روحانیون، علما بیش از ۱۱۰۰ چهره شاخیس است که در امر تدبیلی تر اینا کار کردن و فکرشان میرسه برای از اینکه تر بودن چرا امیدوار زمان در موقعیت های دولتی قرار داشتن؟ در موقع اجرا قرار ندارن ببیند. تا, تا جای... از چنین در واقع نجات پیدا میکنه تا جایی کسانی که در ماموریت دولتی در دوران حکومت آقای کرزی بودند در محک و داوری مردم افغانستان قرار گرفتن امین آقای رئیس جمهوری کنونی وزیر مالیه همون حکومت قبلی بود مگر چی گلی با به آب داد اولی که آمدن لاف از طرح و برنامه میزنن من یک نکته میخوام بگم که هیچ کسی حراس از نهاد اصلاحات در افغانستان نداره طرحی برای اصلاحات همین است که همه نیروهای سیاسی که بستر تاریخی و مردمی دارند بر امر رفرم و اصلاحات در های امنیتی تاکید میکنند چی گلی را به آب داده اینهایی که رئیس جمهور عاشق ابروی ازیاس و اینها رو نمیخواست دست بده بس دیگر است که چی بهبودی آمده اگر خود رئیس جمهور در کنفرانس کابل پروسس مطرح نکرد که هفتاد هزار سرباز ارتش افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی به شهادت رسیده همین طرح اصلاحات است همین رفتن به طرف بیبود و ایجاد یک امنیت پایدار و یک اعتماد ملی هست تفرقه های قومی بحثیده که اینا در نهادهای هر کس مطرح کردند آقا جان وظیفه حکومتی نیست که حزب سیاسی را از قاعده بر اصلاحات بابار بار بیاره حکومت بر مسئولیت های قانونی خودش باید بپردازه قانونی اساسی افغانستان زیر پا شده امروز ما در جلسه من هبده مورید مطرح کردیم که متفکر دوم جهان آقای اشرف غنی هبده مورید قانون را زیر پا کرده از عدمی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان شروع تا فرمان تقنینی و ده مسائل دیگری هست که به اساسی اسناد ما ایراد می کنیم آقای شرق چگونه کار صورت بگیره حالا به گفته آقای مرتضوی رئیس جمهور در یک شبانه روز 16 ساعت دیگر برای مردم افغانستان کار میکنه برنامه ها دارن در حال تطبیق قرار دارند. دیگر چه کار صورت بگیره چ... چگونه کار باید انجام بده رئیس 16 جمهور مردم ساعت کار کردن خلاف علم مدیریت است ایشون این حرف به خاطر گفتن اونجا سخنگو بمانن اصلا امیسون سال و توان فیزیکی رئیس جمهور ایجاب نمیکنه 16 ساعت کار بکنه چهار ساعت کار بکن کاری به درد بخوری افغانستان این چه قسم کار کردن 16 ساعت است که در دو سال ما اصلا توصیه ای نمی بینیم یادتان باشه که با کسانی که علم اقتصاد بلد هستند سیاست بلد هستند حکومت داری را به عنوان یک تجربه خیلی بشری مورد ارزیابیشان هست این شارهای میانتهی نه بس ما باور می که حکومت افغانستان در فقدان یک طرح سازنده به سر میبره و ما آمدیم که این خلاقا و این جای خالی طرها را با مبارزه مدنی و سیاسی من پر بکنم آقای مرتضوی اگر به گفته شما رئیس جمهور در یک شبانه 16 ساعت برای مردم افغانستان کار میکنه و اشرف غنی طرح و برنامه به خاطر رسیدن افغانستان بر فاداره چرا در این سه سال وضعیت مردم افغانستان وضعیت زندگی مردم افغانستان بهبود پیدا نکرد بله. سوال بسیار دقیق است اول که آدم های تنبل تعجب میکنه که چطور یک آدم فعال 16 ساعت کار میکنه چیزی که متوجه جناب شرق است همواره آدم تنبل تعجب میکنه که چطور یک نفر 16 ساعت کار میکنه و نکته مهم چی شما خواهش مایی است که خودتان مقایسه کنید به حیث یک جورنالیست دوره های گذشته را یعنی پس توافق بون با سه سال امروز اگر مرز پاکستان بسته میشه هیچ نگرانی برای شهروندان افغانستان نیست چون بدله های متعدد هوایی و زمینه و خطاهن برای شهروندان افغانستان فراهم شده این محصول 16 صد کار هست شما ببینید قراردادها را حیف میل هایی که امروز در گذشته صورت میگرفت امروز با جلسات کمیسیون تدارکات که یک از جلسات ساعت هفت و نیم شب شروع میشه یعنی همین روزم رئیس جمهور اگه هفت صبح شروع کرده جلسه کمیسیون تدارکات هفت و نیم شب شروع میشه حداقل بیش از 100 شرکت در لیست سیاق قرار داده شرکت هایی که در مطابقت با قانون نبوده شما سیاست خارجی مر ببینین میراثی که دوستان آقای شرق داشتن رابط ما با آمریکا خراب کرده بود با اروپا خراب کرده بود با منطقه خراب کرده بود با امی وضعیت حکومت وحدت ملی با 400 میلیون کسر بودجه مسئولیت گرفت با درهای باز زندان که تروریست‌ها را همه رها کرده بودند مسلح به جان مردم حکومت مسئولیت به گرفت ولی امروز چیکار کرده 3 میلیارد تعهد گرفته هم در وارسا و هم در بروکسل و یک اجماع دنیا امروز با افغانستان و مردم افغانستان است و شما نشست پروسه کابل دیدین و سایر نشست‌های بین‌المللی می‌بینین ما امیدوار که جناب شرق چشمانش بعضی وقت هایی که امروز پیرامون شینا رو ببینن همه چیز سیاه نبینن مولوی میگه پیش چشم داشتی شیشه کبود زن سبب عالم کبودت می بود من شیشه در چشمم ندارم حکومت اگر در مورد قراردادها مانع ایفو مل میشد زمین را به قیمت 160 افغانی به شرکت الکوزی نمیداد حکومت اگر واقعا میخواست شفافیت مالی به بار بیاره چند نفر اینه که در خورد و برد هاست و در انحصارگرایی هستند همه قراردادهای افغانستان را در, در یک کمیته که شفاف نیست گرد نمیکرد و همه چیز به باد نمیداد گپی دیگر این است که حکومت افغانستان در قفس باد جمع میکنه و آب در هاون میکوبه برادر جان ام در عرصه سیاست خارجه به عنوان یک حکومت ازدیاد تعامل نکرده به این زیوای بین رفته رفته اون همبستگی و همگرایی منطقه‌ای که در امر مبارزه با تروریسم بین و منطقه ای و سیاست ازدیاد تعامل و تعامل گسترده رو به در افغانستان بود این دکترین این سیاست خارجه رو شما زادین به این زیوا بردین مگر چی همبستگی و همگرایی در سطح منطقه هست روسیا مگر امروز در چه جایگاهی قرار دارد نگران اوضاع دایشی شدن نیست کشورهای همسایه هم مگر در یک تنوش دیپلماتیک به سر نمی برند چی تنوش میان پاکستان و افغانستان حل شده که حکومت نه. افغانستان موفق بوده اجازه بدین ما چون بس بر مردم افغانستان هست ما به عنوان یک اپوزیسیون مدعی تر هستیم این سنگی را که حکومت افغانستان بلند کرده میگه هیچ کسی طرح نداره ما یک مجموعه با هستیم منظومه سیاسی داریم چی برگزاری چگونه برگزاری انتخابات خط نه. قرمزی بازگشت به مشروعیت سیاسی خط قرمزی ماست و این نکته را میخوام بگم که بعد از دو سال به اساس توافقنامه سیاسی دوره حکومت وحدت ملی قانونا ختم است آقای شرط برای نیل به این اهداف نبارد. چی کار میکنه ما مبارزه سیاسی فراگیر خود را انجام میتیم گفتگوها را با نادها و جریان های دیگر ادامه میتیم بس. تا یک چتری افغانستان شمول و توانمند شویم که جاگزینی مشروع و برخواست از اراده مردم افغانستان برای حکومت وحدت ملی مرتضی پیش از پاسخ دادن به این نقد آقای شرق میخوایم به سوال ما پاسخ داشته باشین گفتین که با اجرای برنامه اصلاحی منافع برخی از چهره سیاسی حکومت و چی از حکومت در واقع در خطر افتاده اینها چه منافعی دارند با اجرای برنامه های سیاسی و کدام منافعشان در واقع با خطر روبرو شده رو شما ببینید وقت استخدام برای تذکره برقی صورت گرفت 25 هزار شهروند و جوانان کشور آمدن ثبت نام کردن و از بین از اینا نزدیک به 500 نفر قبول شدن که 33 ولایت افغانستان بود به غیر زابل ولی اگر امیر شما غیر از پروسه اصلاحات چی میکردین غیر از بچه های رهبران و قماندانان و والیان و وزرا کسی دیگه واقعا را پیدا میکرد چیزی که در گذشته بوده چیزی آه. که در سایر استفاده ها بوده به می خاطر است که رئیس جمهور تصمیم داره تمام پروسه های استفاده از یک مسیر شفاف صورت بگیره در برابر این سیاست مقاومت صورت میگیره ولی بله چیزی که آقای شرق اشاره میکنه بسیار خوب است که طرح خود با مردم شریک کنه بحث انتخابات حکومت همین روز جلسه داشت با دونرها برایش یک موضوع بسیار جدی هست بحث اصلاحات برایش موضوع جدی هستی برای سیاست های عوام فر بالای برنامای شما چرا اینقدر به شکل گرفته در برابر طرح و برنامه شما خب بسیار خوب است که ما در عمل نشان بدیم شما ببینید چه کسی باور میکرد که افغانستان بتونه آبهای خود مدیریت کنه امروز اقتدار افغانستان شما در مدیریت آبشان ببینید آیا شرط دست کم نشد چرا در 15 سال صورت نگرفت آیا در گذشته امکانات نبود فرصت برای مدیریت آب نبود افغانستان هرگز در این زمان نرفته ممنون. ولی که شما از منظر پاکستان یا ایران دشتبار. یا روسیه میبینید قضیه رو موضوع دیگه است گزارش در اختیار حضور هر دوی شما در برنامه و ممنون ما شما خبر کوتا را در اخیر ببینید پایگاه اینترنتی بزنس انسایدر گزارش می دهد که حجم زیادی از اموال تاریخی انگلیس در اختیار ملکه الیزابت دوم قرار دارد که با وسیله دفتر املاک سلطنتی این کشور اداره می شوند. ارزش مجموعی املاک تحت اختیار ملکه الیزابت 13 میلیارد و 100 میلیون پوند است که در سال 2016 در حدود 328 میلیون و 800 هزار پوند درآمد داشته است. در شرایط فعلی ملکه الیزابت 25 درصد از درآمد حاصل از املاک سلطنتی را در قالب سهم ملکه دریافت می کند. که برای کارهای رسمی خود و نگهداری از اموالش صرف می شوند افزون بر اموال تاریخی ملکه انگلیس دارایی های شخصی زیاده دارد که با بهرهگیری از نام ملکه شکل تجملاتی به خود گرفته و درآمد بالایی دارند دارایی های سلطنتی ملکه انگلیس شامل ساختمان های معروف هتل های بزرگ قله های تاریخی برگزاری برخن مسابقات نمایشی و هزاران هکتار زمین کشاورزی است